به نام خدا. سلام، من وحید رحمانی فرد هستم و این 12 ویدیو از مجموعه آموزشی ریاکت جی اس هست که از طریق کانال آموزشی وی آر ادویکیشن تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در این جلسه قصد داریم اطلاعات ایستا رو از کامپوننت یوزرز برداریم و اطلاعات رو به صورت واقعی از بک اندمون یا همون سرور گیت هاب دریافت کنیم و بعد از دریافت اطلاعات رو در فرانت اندمون نشون بدیم. برای این کار از کتابخانه ثرد پارتی اکسیوس استفاده میکنیم. یک کتابخانه بسیار معروف و سبک و سریع هستش که شما میتونید از اون در اکثر پروژه هایی که نیاز اطلاعات رو به صورت جیسون از بخش بک اند دریافت کنید استفاده کنید. خب صحبت رو کوتاه میکنم و در بخش عملی موارد مربوط به این کتابخانه و نحوه ارسال و دریافت اطلاعات رو به شما نشون میدم. با ما همراه باشید. خب اگر تا اینجا کار دوره آموزشی رو دنبال کرده باشین، در جلسات گذشته دیدین که ما یک سری اطلاعات کاربران رو، کاربران گیت هاب رو، البته کاربران واقعی رو، به صورت هارد کد شده در قالب استیت در کامپوننت یوزرز قرار دادیم که خب گفتیم برای تست کردن روند انجام کارمون هستش و خواستیم یه تست های اولیه رو انجام بدیم، اما برای برنامه واقعی این وضعیت ایدئال نیست اصلا و با توجه به ارائه اولیه که از این پروژه داشتیم گفتیم میخواییم این اطلاعات رو به صورت واقعی از طریق API های گیت هاب به دست بیاریم. خب این کار رو میخواییم در این جلسه انجام بدیم. و یه نکته دیگه، برای انجام دادن این کار ما اطلاعات رو میایم در سطح مین کامپوننت یا همون مین اپمون انجام میدیم. چرا؟ چون وقتی که ما از ریداکس کانتکست اینجور چیزا استفاده نمی کنیم، یک محل برای سنترالایز کردن یا متمرکز کردن اطلاعات باید داشته باشیم که از اونجا بتونیم به هر کسی هر چیزی رو میخوایم بدیم. این کار رو میخوایم ما اینجا در کلاس مین اپمون انجام بدیم در این پروژه و حالا در پروژه های بعدی که دوره آموزشش رو بعداً براتون آپلود میکنم میام از ریداکس و کانتکست اینا استفاده میکنیم، چندان جای نگرانی نیستش. خب اینجا من میخوام اطلاعات مربوط به یوزرها رو از طریق این API بگیرم از سایت گیت هاب و بعد اطلاعات رو دقیقا مثل حالتی که بین یوزر که اینجا وجود داشت به یوزر آیتم از طریق پراپ ها پاس دادیم، اونجا میخوام همین کار رو انجام بدیم، ببینیم که به چه صورت این کار انجام میشه. ببخشید. خب ما اینجا بچه یه متد لایف سایکل قبلا معرفی کردیم به نام رندر. یه متد لایف سایکل دیگه هم داریم که حالا گفتیم یه تعدادشو بعدا در طول پروژه میگیم به نام کامپوننت دیتماونت برای زمانی که من اون این کامپوننت هم به صورت واقعی دیگه توی اون حالا داکیومنت آبجکت مدل من قرار گرفته. یعنی اینجا من یه دونه سی ال جی بذارم کنسول دات لاگ فرض کنید 1 2 3 و اینجا از F12 استفاده کنیم، کنسول ما رو بیاریم، ببینید که به صورت خودکار این کامپوننت دیت ماونت من رو فراخوانی کرده وقتی که ماژول من اون کامپوننت من کاملا بارگذاری شده باشه. اینا لایف سایکل متد ها هستن، حالا توی زبان های مختلف وجود داره، ما توی ریاکت داریم، توی اندروید داریم، توی سویفت برای برس iOS همه اینها رو داریم. خب واکشی اطلاعات رو معمولا ما توی کامپوننت دیت ماونت انجام میدیم. برای انجام این کارم من ترجیح میدم از کتابخونه اکسیوس استفاده کنم. حالا شما میتونید از فچ API هم استفاده کنید در صورتی که دوست دارین و علاقمند هستین و میدونین. اگر هم نمیدونین اجازه بدین در پروژه بعدی که میخوام انجام بدیم من از فچ API ها اونجا استفاده میکنم و اونجا باهاشون آشنا میشم. خب بریم سر وقت نصب اکسیوس، یک کتابخونه ثرد پارتی هستش که میخوام از اون استفاده کنیم. کنترل تیلدا رو میزنید تا سیزمون باز بشه، بگین ترمینالی که این پایین داریم در خود ویژوال استودیو کد اونو دست نمیزنیم، اجرا باشه سرورمون. اینجا میگیم npm install axios، axios رو نصب میکنیم. خب یکم طول میکشه تا نصب بشه، امیدوارم زیاد طول نکشه با توجه به سرعت اینترنت من. خب اکسس نصب شد، اینجا دیگه می‌بندیم، کاری باهاش نداریم. میام در مین اپمون میگم ایمپورت کن اکسیوس فرام اکسیوس. خب ما اکسیوس رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ میام توی اپلیکیشن دید ماونت قرار اطلاعات رو واکشی کنیم، کافی اینجا بگم اکسیوس دات متد گت داریم اینجا بچه‌ها، نگا کن من اصلا گت این فراخوانی کردم، این آدرس رو هم کپی کنیم بریم. خب میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگم برو از تو این آدرسه این ریکوست گت منو انجام بده برام. بعد یه متد هم اینجا داره به صورت پرامیس که بهش میگن، میگیم دات دن
میگه یه ارو فانکشن اینجا میگه ریزالتی برمیگردونم، میگم بیا این ریزالت رو کنسول دات لاگش کن، clg یا هم کنسول دات لاگ رز دات دیتا، اطلاعات برگشتی توی رز دات دیتا هستش. خب این کار انجام میده، برگردیم اینجا. خب اینجا تغییر اتفاق نمیفته، چرا؟ چون که کاری باش نکردیم. اما میریم داخل کنسولمون، چه اتفاقی افتاده؟ یه چیزایی رو زیادی آوردیم یا نه؟ کلش رو بیاریم، رفت از مسیر جاری این کار خواست انجام بده که مشکل ایجاد شد. اما الان رفت اون سی تا یوزر اولی رو که اینجا هم با هم دیدیم برداشت آورد در قالب یک آرایه سی تایی. خب آرایه اولی هم مجامبو، این سه تا رو که ما از قبل هم داشتیم اینجا هم دیدیم که زده، اطلاعات کاملشون رو برای ما برمی‌داره میاره. خب من با توجه به ساختاری که میتونم به صورت آسینکرونوس این کار انجام بدم، از این پرامیس فانکشن هایی که وجود داره نمیخوام استفاده کنم، دات دن و اینا به این صورت دوست ندارم استفاده کنم. میخوام اطلاعاتم رو بگیرم و بعد در استیت هم ذخیره کنم بتونم ازش استفاده کنم. به چه صورت؟ میام اینجا میگم که این دن رو کلا فاکش کن نمیخوام، اکسیوس میگم یه ریزالتی هست تو من، ببخشید یه دونه کانست، یه ریزالتی هست تو میخوام مساوی با. حالا این به چه صورته؟ اول میام توی کامپوننت ماونتمون از آسینک استفاده میکنیم، میگیم یه اجرای ناهمگون یا نامتقارن خواهی داشت. اینجا میام سب کن اویج تا این ریزالته بیاد، وقتی اومد بذارش تو این برای من. خب وقتی هم که اومد دوباره اینجا بگیم clg dot clg که clg بنویسش res dot data. خب دوباره اجازه بدیم، زمان میدیم، میبینی که اطلاعات رو میره برمیداره میاره. پس هم با یه ساختار Async Await تونستم ریکوست هم ارسال کنم، منتظر بمونم که بیام. اینجا دقت کنید بچه ها، این خود سرور گیت هاب یه جوریه که شما یه تعداد ریکوست های زیادی بدین محدودیت داره، در ساعت فکر میکنم 15 تا هستش. حالا جلسه بعد بهتون یاد میدم که چجور یه کلیدی رو بین اونجا رجیستر کنید، بگیرین کلید رو به انتهای ریکوستتون اضافه کنید که این محدودیت ازتون برداشته بشه. اگر اینجا با ریکوست اگزاستد همچین چیزای روبرو شدید به خاطر این قضیه هست، نگران نباشید، یکم فرصت بدین، استراحت کنید، یه دوری بزنید، یه چایی بخورید و دوباره برگردین سر کارتون. خب من این چیزامو دارم، دیتامو بازیابی کردم. خب این دیتا گفتم میخوام تو استیت بذارم. اینجا میام میگم که چی؟ میگم من یه استیت خواهم داشت توی این، چون کلاس بیس هست راحت میتونم بذارمش. یه یوزرز هایی هستش که فعلا آرایه خالیه و یه لودینگ هم به اینجا اضافه میکنم. لودینگ by default false. این لودینگ برای چیه؟ خب من ریکوستمو که میدم، این ریکوست ممکنه یکم طول بکشه، حالا به هر دلیلی میخوام تا زمانی که نیومد به این کاربر سایتم بفهمونم که من در حال واکشی اطلاعات هستم، همون لودینگ معروفی که توی همه سایت ها میبینید، از طریق این ساختار میخوام کنترلش کنم. خب اینجا قبل از که اقدام به واکشی کنم کافیه لودینگمو ترو کنم و بعد از که واکشی انجام شد لودینگمو فالس کنم. فقط این نکته ریز اینجا وجود داره، نمیتونیم بیایم بگیم this.state.loading، حالا همونجوری که خوندیمش مساوی با ترو. توی ریاکت با اینجوری نمیتونیم کار کنیم. بعد چیکار کنیم؟ میام میگیم this.setState، از setState استفاده میکنیم. میگه چی رو میخوای؟ اینجا حتما به صورت جیسون باید باشه. میگم لودینگ رو برای من بذارش ترو، من دارم لودینگ انجام میدم. خب اینو برمی‌داره دیگه. اینجا من console.log فعلا نمیخوام. اینجا میگم که هم لودینگمو فالز کن، من دیگه اطلاعاتمو واکشی کردم، و اون یوزرزی هم که توی استیت هستش رو بیا با res.data مقدار دی کن برام. این دوتا کار رو برام بکن، ممنون هستم. پس این دوتا اومد توی چه قرار گرفت؟ این دوتا میاد داخل استیت من قرار میگیره. خب من اینا رو میخوام از طریق پراپس پاس بدم پایین دیگه، گفتیم من میخوام به صورت سنترالایز شده اطلاعات همون یه جا داشته باشم که همون مین اپ من هستش. اما این اطلاعات به درد اینجا نمیخوره، یوزرز با این کار داره. پس کافی اینجا بگم خب یه پراپ داریم به نام لودینگ مساوی با this.state، اینجا دیگه به مدل سنتی باید کار کنید، لودینگ. و خب یوزرز هم دوباره مساوی با this.state.users، این هم یوزرز. خب این دوتا رو ما پاس دادیم به کامپوننت یوزرزمون. بریم توی کامپوننت یوزرز. خب اینجا من اتفاقی که میفته اینو دیگه نیاز ندارم، هاردکد شده بوده نمیخوامش، رفرش میکنیم و یه خطایی به من میده دیگه. چرا؟ چون که اینجا من دیگه استیتی وجود نداره، فقط اینجا کافیه فعلا برای اول کار بگم بیمون از پراپس بخون. همین میبینید که خیلی راحت و خیلی شکیل چیکار کرد؟ سی تا یوزر اول برای من رفت آورد. اون حالت ابسترکت که ما پیاده سازی میکنیم تستامون انجام، با یه تغییرات خیلی جزئی میتونیم به و سایر چیزایی که
نیاز داره اکستند کنیم کارمون رو. یه نکته دیگه هم، حالا توی جلسه اول ما یه چند تا اکستنشن برای کروم نصب کردیم، اگر که بیایم توی قسمت کامپوننت تو همون مال ریاکت دیو تولز هامون بودش، اینجا میبینید که اطلاعات رو دیگه خبر از صفحه وب نیستش بچه‌ها، به من داره اطلاعات رو در قالب همون کامپوننت هایی که تعریف کردم نشون میده. میگه شما یه دونه اپ داری، اپت استیت داره، این هم استیت هات لودینگ و چیزی که وجود داره، توی نوبار مثلا پراپ داری، استیت دیگه اینجا خبری نیستش، و یوزرز دوباره یه سری پراپ هایی داری، توی یوزرز ها یه تعداد حالا یوزر آیتم های وجود داره که ما اونها رو اینجا داریم نشون میدیم. پس اینم بعدا به کارمون میاد، شاید جایی بخوایم ازش استفاده کنیم دیگه، نخوام تو صفحه وب بگردیم دنبال دیو و اینجور چیزا، بخوایم کامپوننت هامون واقعا ببینیم ساختار ریاکتی صفحه من به چه صورت هستش. خب یه کار دیگه هم بعد اینجا انجام بدیم که اینو حالا بعدا به جلسه بعد موکول میکنم، همون بحث لودینگ هست که واکشی طول کشید، اینجا یه حالت اسپینر یه چیزی همونجور بگرده کاربر بفهمه من دارم یه چیزی رو لود میکنم. و خب جلسه بعد گفتیم قرار همون اضافه کردن کلید برای تعداد کوست های زیاد رو هم با هم بررسی کنیم. این دو تا موضوع میمونه برای جلسه بعد. امیدوارم که مطالبی که این جلسه ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا جلسه بعد خدا نگهدار.